مسخر آقا بفرما. دوستان درود علیکم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آقا من برگشتم، نمیدونم این تو دکه چی کار میکنه. من برگشتم، از همه تون عذرخواهی میکنم که این چند هفته نبودم. باید قبلش بهتون میگفتم که نمیخوام دوران عیدو باشم، کلی دلایل مختلف هست. اولا که هفته فروردین تولد خودمه و خب چند روز بعدش، چند روز قبلش، خود روز تولد دیگه آدم مشغوله، عیدو مشغوله. من برای اولین بار خودم سفره مثلا چیدم امسال، حالا عکس و فیلمشون رو بهتون نشون میدم. هنوزم بر نداشتم به خاطر اینکه خیلی حال کردم باهاش، به خاطر اینکه سال قبل متاسفانه مادر بزرگم فوت کرد، همین طرف عید بود و من عیدی نداشتم. و اینکه کلن خیلی دوست داشتم یک بار این کار رو خودم انجام بدم، سفره بندازم اینا. امسال این اتفاق افتاد و واقعا هنوز دلم نمیاد که جمعش کنم دیگه. کلی اتفاقای جالب، عجیب غریب، باحال، خوب افتاد و یه اتفاق عجیب غریبه افتاد که خدا رو شکر دیگه از سرمون گذشت و اون اتفاقات نیستن دور و بر ما. و اینکه کلن در مجموع بچه حالم خیلی خوبه، حالم خیلی خوبه اگه براتون مهمه. و اینکه یه مقدار سر کار مشغولم، یعنی یه مقدار زیادی، به خاطر اینکه دارم ارتقای پستی که خب گرفتم و چون ارتقای از اون فر مالی هم گرفتم و دوباره دارم میگیرم و ممکنه ما دوباره شعبه دیگه باز کنیم، چند تا شعبه البته باز کنیم تو فلوریدا و یه چند جا تو تکساس، واسه همین خیلی سرم شلوغه. یعنی من هد این داستانم که قیمت غذاها فودکاستا رو در بیارم، خدمت شما عرض کنم که بیام رسپی ها رو درست کنم، یه کتاب خیلی منظم و خوب تهیه کنم که بتونم جاهای دیگه ببرم و بقیه رو ترین کنم توی شهرهای دیگه. خلاصه این که یه مقدار به خاطر این قضایی ها سرم شلوغ بوده و دوران عید و واقعا دوست داشتم که شما هم کنار خانوادتون باشین. مثلا خیلی از مخاطبای من بین 12-13 سال تا 18-19-20 سال هستن، رنج های مختلفی داره فالوئرها، دوستان و رفیقام و فامیلام، کسایی که هستن توی پیج یوتیوب و اینستان، ولی خب توی پیج یوتیوبم بیشتر بین 13 سال تا 17-19 سال اینطور که خود یوتیوب میگه تشکیل میدن و اکثرشون با خانواده زندگی میکنن. و خیلی من دوست داشتم که این دوران رو کنار خانوادهشون باشن، چون من خودم خیلی عیدو دوست دارم و خیلی عیدو دوست داشتم. یادم میرفتم عیدی میگرفتم، خوش میگذشت، فامیل میدیدم، آشنا میدیدم. به هر حال ما رو یه جورای اجتماعی بار آوردن و این فرهنگ ها فرهنگ های قشنگیه که شما وقتی خارج از ایران میایین خیلی دیگه باب نیست همه برن خونه این اونو ببینن بعد برن خونه اونی که اونو ببینن. خلاصه اینکه نفس افتادم، آب میخوریم. و اینکه باشگاهمو یه مقدار ورزشمو سنگین تر کردم، یه مقدار خیلی زیادی، و روزی بیشتر از روزی یه ساعت، یه ساعت و نیم، بعضی ما حالا با سونا و جکوزی استخ دو ساعت بیشتر طول نمیکشه با رفت و آمدنش و اینا، ولی خب به هر حال باید غذای زیادی خورده بشه و استراحت کافی آدم داشته باشه. قبلا من از وقت خوابم میزدم، ویدیو ادیت میکردم، کارهای سر کارم انجام میدادم، با پابلو بیرون میرفتم. الان واقعا اگر بخوام یه مقدار زیادی از وقت خوابم بزنم مریض میشم. واقعا باید 8 ساعت خوابم داشته باشم. قبلا کردمم 6 ساعت و نیم، یه ذره به کارم داشتم بیشتر میرسیدم، ولی هی مریض میشدم. مریض که میشدم یهو یه هفته عقب میافتادم، یه هفته باشگاه نمیتونستم برم، کارام خوب نمیتونستم انجام بدم، تو مود ویدیو درست کردن نبودم و اصلا کلا دیدم که اینطوری بیشتر دارم عقب میافتم تا رو به جلو برم. واسه همین سعی کردم همه چی رو اینطوری کنار هم بذارم. حتما ویدیو رو یه روز در میون، اگه ببخشید دیگه خیلی وزن نشه، دیگه دو روز در میون براتون میذارم. هفته دو تا یا سه تا چهار تا ویدیو داریم، خیلی درخواست ویدیو تفنگ کردین، حتما براتون میذارم. بازم بهتون میگم من از تو یوتیوبم هنوز درآمد خاصی ندارم، تقریبا ماهی 20 دلاره که اصلا واقعا پول بنزینم هم نمیشه، چون ماهی یه صفر بهش اضافه کنی تازه پول بنزینم میشه. خدمت شما عرض کنم که یعنی واسه درآمد اینجا نیستیم، واسه اینکه محتوای تولید کنیم که شما ها حال کنید یا یاد بگیرید یا لذت ببرید یا اون وقتتون که دارین اون ویدیو رو میبینید تلف نشه. من الکی تایتل الکی نمیزنم شما رو بیارم تو ویدیوی چیزی نشون بدم. من یه ویدیوی اصلا میخوای اصلا میزنم میارم تو بهت نشون میدم.
برگر کینگ رو میخوای ببینی، رستوران لاکچری ترین رستوران تکساس رو میخوای ببینی، از این بریسکت های دودی میخوای ببینی، همونو تایتل میزنم قشنگ بری تو ویدیو همون چیزی رو که میخوای شما مشاهده بکنی. و اینکه همین دیگه. آها راجب باشگاه هم تو اینستا عکس گذاشته بودم و اینا. خب یه مقدار اگه نمیدونم مشخصه اینا، یک کوچولو مثلا میتونم بگم 10-20-25% خب هیکم تغییر کرده، حالا بالتن هم بزرگتر شده و اینا و شکم هم یه مقدار رفته تو، کلا 3-4 پاوند که مثلا میشه 1-2 کیلو بیشتر وزن کم نکردم. ولی اصلا بچه‌ها وزن عدده اصلا مهم نیست، شما مهم اینه که حوازی یا کاردیو کار کنید همراه با باشگاهتون حتما اگه میخواین وزن کم بکنید. و یه فرمول خیلی ساده ای داره، کالری اینتیک و کالری برن، یعنی مقداری که کالری میخوری و مقداری کالری میسوزونی، خیلی مشخصه. مقداری که کالری میخوری اگه بیشتر از اونی باشه که میسوزونی وزن اضافه میکنی، اگه کمتر باشه وزن کم میکنی، و اگه تقریبا مساوی باشه وزنتو نگه داشتی. من میخوام یه مقدار اصلا وزنم بیشترم بشه ولی همش حالت ماهیچه و ماسل بیاد بالا. مستقیم یه فقط توصیه براتون دارم، نه بالا منبر میرم نه چیزی، من خودم از 14-15 سالگی مشروب خوردن شروع کردم و خیلی زیاد میخوردم تو ایران که بودیم، خیلی زیاد مشروب میخوردیم و اینکه مشروبای بدی هم میخوردیم اونجا. میخوام بهتون بگم مستقیم ترین چیزی که روی بدن شما تأثیر مستقیم کامل همون لحظه‌ای و تا چند روز بعدش میذاره مشروبه. مشروب که اصلا میخورید شکمتون شل میشه، قشنگ احساس میکنید بدنتون خسته است برای ورزش، حال باشگاه زیاد ندارید، تستوسترون بدنتون میره پایین و این بده، خیلی بده. یعنی مشروب زیاد خوردن تستوسترون که پایین بره اصلا نه واسه سکستون خوبه نه واسه بدنتون خوبه، اصلا کلن مشروب زیاد چیز خوبی نیست. من همون از هفته یه بارم دارم، یه بار دوبارم کمش میکنم که به 2 هفته یه بار برسه، به خاطر اینکه خیلی بده. یعنی مستقیما شبایی که مشروب میخورم مثلا 4-5-6 تا شات پیک میزنم، قشنگ صبحش هنگوورم نباشی بیحال پا میشی و موقعی که باشگاه میری حداقل 20-30-40% پرفورمنس یا همون کارکرد بدنتون کمتره، خیلی تاثیر میذاره. کامل مستقیم وقتی وارد بدنتون میشه تبدیل به قند میشه و شما تو رژیم غذاییتون میرید، مربیای مختلف هستن به شما رژیم غذایی میدن، میگن آقا یه سینه 100 گرمی مرغ، نمیدونم 2 تا سیب زمینی، 4 عدد سفیده تخم مرغ. این رژیما مخصوصا واسه کسی که غذا دوست داره اصلا به درد نمیخوره. رژیم غذایی درست رژیمی که شما همه چی توش بخوری، هر چی که دوست داری توش بخوری، ولی مقدار پروتئین و کربوهیدرات و فت و اینا تو کنترل بکنی. و بهترین رژیمی که بتونی تا جایی که میتونی شوگر یا همون شکر رو کم بکنی. بله شکر تو میوه هست، تو چیزهای دیگه هست، نمیتونی کامل قطعش کنی، رژیم کیتو رژیم خوبی نیست. شکر رو شما میوه رو داری کامل قطع میکنی، کربوهیدرات رو کامل قطع میکنی، نابود میکنی بدنتو. ولی باید رژیمی بگیری که همه چی توش باشه ولی به اندازه مناسب. شکر رو کم بکنید. من این یخچالم پر نوشابه بود، پر از نوشابه، عاشق نوشابه. همین الان بیرونم برم تو مغازه نوشابه ببینم این تو دستپام اینطوریه، یعنی قشنگ واسه بندری میذارم، مخصوصا پپسی. ولی نمیخرم، چون بخرم یه باکس 24 تایی بخرم بگم واسه مهمون میخوام، واقعا تو 3 روز میخورمش، واقعا اغراق نمیکنم، تو زیر یه هفته میخورمش. چیزی که دوست دارید و یکم تحمل کنید نخرید. جدن با اوتمیل آشنا شدم، خوبه، خیلی خوبه. یه ذره بعضیشون شکرشون بالاست ولی فیبر بسیار بالایی داره، سیرتون نگه میداره و پروتئین بالا، واقعا خوبه. نمیخوام خیلی ورزشی و غذایی کنم این ویدیو رو، خدمت شما عرض بکنم که کلی ویدیو، کلی ایده های باحال تو سرمه. آب فیجی هست با کلی آبای دیگه، این آبا آلکلین دارن یا اسید و باز بود دیگه تو ایران اگه اشتباه نکنم، بازی هستن این آبها اگه اشتباه نکنم، اشتباه کردم بگین. میخوام اینا رو مثلا توی لیوان بریزم مقایسه کنم،
پی اچ تست گرفتم، پی اچ رو واقعا تست کنیم ببینیم آقا اینی که اصلا رو بطری نمیشن راسته یا غلطه. من چند تا ویدیو دیدم، دیدم آبهایی که ما میریم بیرون میخریم، تر پول میدیم میخریمشون رو، مثلا 24 تاشون رو میخریم مثلا 4-5 دلار و پلاستیک هم کلی مصرف میکنیم، پی اچ تستش رو که میگیره آب اسیدیه، یعنی نترال هم نیست، از اون پایین تره، اصلا نترال نیست، یعنی اسیدی، یعنی واسه بده. آبی که اومدن پول داری میدی میخری، بعد آبی که از شیر میاد از اون آب بهتر بوده، این بده. حالا اینو حتما میام بررسی میکنیم توی ویدیو دیگه، هم میخوام چشام ببندم ببینم اصلا فرق این آبا مشخص میشه یا نه، چون به نظر خودم خیلی اصلا تستش مزهش و موقعی که پایین میره خیلی فرق میکنن. کلی ویدیو باحال داریم، حتما اگه ایده ای دارید به من بگین، من خوشحال میشم اون ایده رو ببینم، بسازم، برم تحقیق کنم. اگر کم کاری میکنم باز هم ازتون شرمنده عذرخواهی میکنم، خیلی کارا زیاده، خیلی کارا مونده، ولی بدونید که هم دلم تنگ شده بود براتون، هم واقعا دوستتون دارم که برگشتم اینجا دارم ویدیو براتون میسازم. تو اینستام خیلی میخوام ویدیو پست کنم ولی اصلا رغبتش نمیکنم راستش بخوام. امیدوارم که اگه بتونید ویدیو رو لایک کنین برامون و بفرستین به این ور و اون ور، دوباره ویدیو برگرده، دوباره فعالیت ما یکم بولد بشه، خیلی ازتون ممنون میشم و مرسی که تو این چند وقت هی اومدین ریز کامنت گذاشتین، پیگیری کردین و حالا من پرسیدین. ما هم به خاطر شما برگشتیم که محتوای خوب بسازیم. سال جدید چی یاد گرفتم؟ سال جدید خیلی چیزا یاد گرفتم. از همون اولش وقتتون رو با آدم های بیهوده تلف نکنید، واقعا این کار رو نکنید. اگر یه آدمی میبینید که خودش برای خودش داره ادا در میاره، به سرعت ازش فاصله بگیرید. این آدم بسیار آدم خطرناکیه، آدمی که به شدت خودشیفتگی گرفته و به شدت کارهای اشتباه میکنه که فکر میکنه درسته و کارهاشو تبلیغ میکنه، به سرعت ازش فاصله بگیرید. خواهش میکنم دوستایی که توی پیج هستین و سنتونم کمه، یه چیزایی مخصوصا الان توی ایران اینا خب خیلی بیشتر هستن این موجودات و میتونن واقعا زندگی، مسیر زندگی شما رو عوض کنن. آدمی که مثلا 20 سال از سنش میگذره یه مقدار راحت تر میتونه اینو کنترل و هندل کنه، ولی آدمایی که یه مقدار سنشون پایین تره، چون کم پاکه دیگه، بچه ها مثلا قلبشون پاکه، میدونی چششون پاکه و متوجه نیستن که یه سری چیزها و یه سری انسانها چقدر میتونن کثیف باشن. مراقب خودتون باشید، خدا رو به شما میسپارم تا ویدیو بعدی که به زودی براتون آپلود میکنم. خدا نگهدار. دن 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 دن